تازگی انقدر عصبی شده؟ قبلا اصلا اینجوری نبودا. میگفت، میخندید، مسخره بازی در میورد، بقیه میخندیدن. اصلا شاد بود، سر حال بود، بامزه بود. من فکر میکنم دانیال هنوز نتونسته با شرایط جدید کنار بیاد. بالاخره یه عمر تو ناز و نعمت بزرگ شده دیگه. چیو باز اینجا واسه این دوره دارید ما هم دیگه همکاری میکنی؟ عزیزم پاشو چیکو بیمون این پول دی ام ای رو جور کن ورده بیار. ببین عزیزم تخم مرغ نشکوندی که سر چیکوندی؟ اونم سر کی؟ دانیال شمشیری، بزرگ خاندان شمشیری ها. ببین احتمالاً فی دی هم دستت نیست. ببین عزیزم با پول دیه، پول بیمارستان، پول طول درمان و عیاب و ذهاب و مهمتر اصلا این از ضربه روحی که به این خانواده محترم وارد کردی کم کم 10-15 میلیون باید بیاد پایین. آقا بیژن میشه بس کنید؟ این یه مسئله خانوادگی، به شما ربطی نداره، دخالت نکنید دیگه. دست شما در نکنه سال خانم. حالا ما شدیم غریبه، این جیگول شد آشنا. باشه من میرم، فقط به دانیال بگیم بیژن رفت. به دانیال بگیم بیژن سنگ روی یخ شد رفت. دانیال بفرمایید. به سلامت. خدا نگهدار. اوف چقدر حرف میزنه، کاش به جای اینو زده بودم. حامد اه بیاین چه ببینم چی شده، اتفاقی افتاده؟ نه مادر جون همه چی آرومه. ببین من چقدر خوشحالم. فقط شما اینجا چیکار میکنین؟ زنگ زدم شرکتی که دوتا دختر بهت معرفی بکنم. همکارت گفت چیکار کرد؟ نه نه همکارم ایشون سارا خانم. یادتون میاد ما در همون دختری که با شما تلفنی صحبت کردن کوله پشتی ها جابجا شده بود؟ ایشون سارا خانم. بله چه دختر نازی. سلام دخترم، قربون شما. خوبین شما؟ متشکرم. سارا خانم ایشون مادرم هستن، خواهرم و دهلق. من دهلق نیست. نه شوخی میکنم، اسمش نیماست. آخه ماشاءالله. ببخشید من بعد خودم زودتر معرفی میکردم. خواهش میکنم، من خیلی خوشحالم. حامد جان چه کار بدی کردی؟ چرا ایشونو تا اینجا کشوندی؟ نه من خودم اومدم، برادرم اینجاست. من اومدم. ای برادرتون پزشکه؟ نه خیلی مریض پزشک، سرش شکسته. وای بشکنه اون دستی که سر برادر شما رو شکسته. البته جهت اطلاعتون بنده شکسته. وای خدا نکنه مادر، الهی بمیرم، الهی دستت هیچ وقت نشکنه. چیکار کردی حامد؟ از کی تا حالا اهل دعوا مرافعه شدی؟ دست بزنم پیدا کردی؟ نه تقصیر آقا حامد نیست، برادر من یه مقدار کج خیاله. ما داشتیم با هم حرف میزدیم یهو سر رسید دعوا شد. ببخشید. حالا جواب پدر مادرشون چی بدیم؟ اصلا نگران نباشین ها، با شناختی که من از سارا خانم دارم خانوادهشون بسیار خانواده اصیل و منطقی هن. به راحتی میشه باشون حرف زد، مگه نه؟ بله خیلی دیدین. بفرمایید. داداش میزنی در به داغونش میکنم. اگه من ببینم اون پسرا یه فیلیپینی میزنم. حتما خانواده من اومدن. الان من میام. سلام ماما. آخه نگران نباش. خیر بهره نبینی شاید. میزنی زشت. آخه این ببین منو چقدر هرس میده. چقدر منو هرس میده. تو زبون آدمیزاد نمیفهمی؟ ای مامان. یامان درد بی درمون، حناق بی درد سر. چقدر بهش گفتم نمیخواد بری شرکت، نمیخواد بری شرکت. هی گفت خوبه، هی گفت خوبه. به تعبیر بگی دیگه، یه تیکه گوش رو چرخ بیمارستان. خب مگه من بهش گفتم دنبال من میاد؟ میخواست فضولی نکنه. ولپری در ببین، اینقدر زبون داره. حالا اونی که خارزاده ای من زده کی است؟ سلام منم. سویی. نه توضیح میدم براتون. یه لحظه اجازه بدید. آقا من توضیح میدم. من حامد فروزش هستم. همکار سارا خانم. تو؟ بله عرض کنم خدمتتون که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم در شرکت. تو؟ بله بله. بعد دانیال خانم اومدن ما رو دیدن دچار سوء تفاهم شدن، یه مرتبه اومدن یقه منو گرفتن. خب بعد منم شاکی شدم. تو؟ نه نه یعنی خواستم خودم دفاع بکنم. حلشون که دادم عقب، ایشون پاشون گیر کرد به زمین، خوردن زمین، اینجوری کله شدم چی ماسید به جدول محکم. زدی سر نوام شکوندی، حالا زبانتم دراز. خب قضیه چرا تو داره به آقا حامد؟ اصلا دانیال خودش اومد اول حمله رو شروع کرد. یعنی چی سارا جون؟ یعنی هر کی اول شروع کنه اون یکی بعد بزنه سرشو بشکونه؟ خانم اصلا بحث زدن نبود، همه چی اتفاقی بود. میخوای اتفاقی همچین یقتو بگیرم؟ اینه چه خبر آخه؟ چنانکه شروعش کردی؟ چی خانم ببخشین، من مادر حامد هستم، خیلی عذر میخوام، اومدم بابت اتفاقی که افتاد عذرخواهی کنم ازتون. چه خبره آقا جون؟ مادرش نگاه. عذرخواهی چیه خانم محترم؟ خیلی ببخشیدا، شما اصلا در تربیت پسرتون کوشا نبودین. اگه از اول به عنوان یه مادر مهربان و کوشا دو تا کشیده نرو ماده زیر گوشش خوابونده بودین، اینجوری بار نمیمد، این نمیشد آخر عاقبت. نه خانم به جون بچه‌م، داداش من اصلا اهل دعوا نیست. چه حرفیه خانم؟ اصلا خانم عزیز فکر کنید اتفاق برای پسر من افتاده. خب تو دعوا که نون حلوا خیر نمیکنن. از قدیم و ندیم گفتن دعوا اشکنک داره، سر شکستنک داره. بله اینجوری ریتمیک بگیم بله همین داره.
جای من نیستی که یه تیکه گوشت منجمد شده بچه جلوی چشت افتاده رو چرخ بیمارستان. مامان جون ببخشید، دانیال که قطع نخا نشده، سرش شکسته. لال بشو، گوشت منجمد همون قطع نخواه دیگه. خب مامان چه یاره چه ربطی داره؟ حالا بل کن این حرف رو، دانیال کجاست؟ تو اتاق ممنون ملاقاتم هست. زنده است؟ نه خیر، یعنی بله. آره بابا وای نمیدونه، خودش هم نمیدونه چی کار کرده. نه خانم، یه جوری نگاه میکنم من هول میشم. برو آقا، برو ببین اصلا بچه هم چی کار کرده ایم. برو برو. تموم شد دیگه. تموم شد؟ بله. دستتون در نکنه، آمپول چیزی نمیخواد؟ خدا مرگم بده. دانیال حالت چطوره؟ لادن تویی؟ نه پس بابام خوبی؟ وای چقدر خوب شد که اومدی. همش فکر کردم اون لحظه‌ای که ضربه خورد به سرم و دیگه نمیبینم. درد داری؟ خیلی. میدونی ضربه خورده به سرم، جمجمم تحت شعاع قرار گرفته، کبدم از سینک در اومده، یه دونه جوش دادم. دیدم. هیچ تو میدونی دانیال؟ نه چی شده؟ هرچی سرت بیاد حقته. آه من دامن تو گرفته. تا تو باشی دیگه واسه بابای من مأمور نیاری. وای حالم بده. چی شد دانیال؟ حالم بده. پرستا. حالم بده. حالم بده. دکتر. کمک شد. دکتر. چی شده؟ وای دست صاف نگه. ای وای آقای دکتر این داره تنگ میشه، یه سایز بزرگتر نداره؟ چی میگی؟ یه سایز بزرگتر نه، این همینه بابا جون. ای وای اوه خیلی تنگ شد خانم پرستار. ای وای این چه وضعی آخه؟ چطورم؟ خوبه؟ باشو برو بابا، هیچیت نیست. هیچیم نیست؟ خوبه خوبه. یعنی یه آمپول تقویتی؟ فشار دقالیه. یه نروبیانی؟ نه. به کوزینی؟ نه. به کمپلکس و به دوازده؟ خیلی اصرار داری خانم، یه کوزاز بزن جون بگیره. نه بابا ایستو کوزاز چی؟ آخه من شوخی کردم دکتر، همینجوری گفتم فضا عوض شه، دست شما درد نکنه. شاید خونریزی داخلی باشه، باید سیتی بشی. نه سیدی میدی دست شما در نکنه قربون شما، همینجوری همه چی عالیه، همه چی خوبم دیگه. دیدی آمارو طرف میزنم، فشارم که گرفته میزونم. نه جای درد نمیکنه، سرگیجه، حالت تعو، سردرد، همه رو دارم. دست شما درد نکنه، میزونم. همه رو داری؟ بله عالی. خانو پرستار زنگ بزن حراست بیاد ایشون رو با کمال احترام بیرونش کنه. نه حراست برای چی؟ من که کاری نکردم. تا تو باشی با این ادوات وقت ما رو نگیری. نه نکنه فکر کردی اینجا مرد کودکه. من جسارت کردم. باشه برو بیرون. دکتر اگه گوش بدی، واقعیتش اینه که اگه دیدی من اینجوری واه واه کردم، بخاطر اینکه زنم اینجا بود، می‌خواستم دل زنمو به دست بیارم، بدیم وسیله یعنی به وسیله شما دل زنمو به دست آوردم. خدا دلتونو به دست بیارم. باشه برو بیرون. باشه برو بیرون. هر جیفو نگو برام. دکتر من همین الان برم بیرون و میفهمم الکی آهو ناله کردم. یه رو اینجا بخوابم همه چی حل میشه، میرم نکنه. خانم کوزازه بزن. نوکرت هم نمیخواد. خوب شد. باش یه مقدار سوزش داشت که خوب شد. خوب شد. برو بیرون ببینم. وای مادر دانیال چیه؟ وای مادر تار میبینه، جونم رفته، همه چی تار شده، مادرت بمیره، چند ست سیسی خون رفته. آقای دوتا ببخشید، بفرمید من چی بدم این بچه بخوره کم جون بگیره؟ شربت جونور خانم. انگل داره مگه؟ متاسفانه بله، این پسرتون هیچ چیش نیست، همهش داره تمارز میکنه. پسرم ناراحت نباش، خانواده ما انگل داشتن ارثیه، دایدم بچه بود داشت. شما یه لیوان فوری تنل بخور، فوریم خوب میشه. مادر من تقریبا اینجاست. تو خجالت نمیکشی عدا اطفارا رو در میاری؟ عدا اطفار کدوم؟ قربون تو برم نگاه کن سرم چه کسی داره خون میاد. یواش چرا دروغ داری میگی؟ یه نخود زخم شده. دوی از بیرون یه نخوده، به جون مامان از سوی کاسه بونشن له شده. مامان آخه میبینی چی کار میکنه؟ لادن لادن کجا؟ واسه لادن مرز دختره رو دق دادی. خب راست میگی دیگه، اینقدر زخم چی بود؟ من نشدی بعد شما داره خون میاد. صبر کن من شما دو تا رو ببرم خونه. میدونم شما چی کار. خانم شرمنده ها ببخشید اگه بی احترامی چیزی شد. اون دوتا کشیده نرماده لایق گوشه این دوتا بود دیگه. شرمنده من کاملا درکتون میکنم، حالا الحمدلله که اتفاقی نیفتاد، به خیر گذاشت. بله ببخشید دیگه، به خاطر یه چاک کوچولو شما رو زابرا کردیم. ما باید بریم دیگه. خداحافظ شما. ببخشید. دانیال. آقا دانیال. من خیلی خوشحالم که خوب شدی. میدونی همش نگران بودم یه چیزیت بشه، سارا خانم از من ناراحت بشه. جدی؟ آره یه چیز میگم، خوب گوشت با آقای کاکل جان. جلو مامانت هم میگم یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور این خانواده ما به پلکی ها همین برنامه است. اتفاقا من پایم برنامه خوبه. میگم که
خوبی. حامد دختر خوبیه ها، با شخصیت نجیب کت بانو. ولی خانواده‌اش که اصلا چنگی به دل نمیزدن، مخصوصا این داداشه که بد جوری رو مخه. بابا ما به داداشش چیکار داریم؟ اصل کار دختر است که خوبه دیگه. ببخشید بعد شما تو همین چند دقیقه راجع به کد من نظرم خطا نمیره بابا. بریم ببینیم. آره همونجوری. بالا چه غلطی میکنی؟ مهم نیست که من اینجا چی کار میکنم، مهم اینه که تو واسه چی اینجایی؟ خب اینجا خونه دوستمه، اومده بهش سر بزنم، اشکالی داره؟ دروغ میگه. به من گفتی امانتی اینجا دارم، بیام بردارم برم. نخند بابا، اینم زرت زرت میخنده. بس من درست حد زدم، آره؟ چیزای اینجاست، نامرد، بی معرفت، اینه رسم روزگار، آره؟ حالا یه با مهندسی دست به کیک میکنی که منو دور بزنی. این حرفا چیه دیوونه؟ من برای روز مبادا 60 میلیون امانت دادم به این مهندسه، حالا برش داشتم ببرم بدم و اون کامرانه شر رو کم کنم. بس چیزا اینجا نیست؟ آخه عقلت کجا رفته؟ کدوم آدم عاقلی گوشت میده دست گربه؟ این مهندسه از پنج زاری هم نمیگذره، چه برسه به این همه چیز. آقای اردشیر، شما که این همه چیز داری، یه اینقدر چپ به ما بده، رای دوری نمیره. حرف مفت نزن بابا، دیوانه. ببین اردشیر، تو چرا حالت نیست بابا؟ مشید چارچشمی مراقب ماست، کمی کردی که چیزا رو پیدا بکنه. آره؟ به جون تو. زن شوهر انگ همین، دقل و دروغگو. تو خیال میکنی منو تعقیب میکنی؟ من نمیفهمم. باش هر چی تو بگی، بیا الان کمک بیام پایین. به جز تو من میترسم، تو من از ارتفاعی ترسم. ببین همونجور که رفتی بالا همونجورم هم بیا پایین. آبا نمیتونم، میگم نمیتونم. عجب نامردی تو. تا تو باشی منو تعقیب نکنی. حالا بگو ببینم ماشینت کجاست. بابا ماشینم کجا بود؟ من با تاکسی اومدم. بیا کمک بکن من بیام پای، بریم ماشینو برده، بریم دنبال کار بود. جونم خودت بیا پایین. میگم نمیتونم. عجب ناوردی تو. بیا دایی خسنش اینقدر کار نمی‌کنی. برو دمپرم ما نسته میزنم تب کنی. بدو رو تو برم. تو آبروی من جلو همکارم بری، تازه دو قرتونیمت هم باقیه. همکارم یه بار دیگه پاتو بزن اونجا کشکه جزان تو با درق سراخ میکنم. چی؟ این خونه صاحب داره، صاحبش هم تو نیستی. تو اگه جرعه داری به زن زور بگو که دست به سیاه سفید نمیزن. چی بگی؟ سن قربه با فریدی من تاوش کنی؟ باشی یکی دو بگو میکنم. شما چرا با این منت کشی نمیکنم و دلم واسه سرت سوخت. شلا عروسی تو عروس منو میبینی؟ فقط واسه اون چای میبرم. بلکن سرت تو لاک خودت باشه، سر به سر میذارم. اون میزنم ورم کنه. چی شد؟ جواب نمیده. نه جواب نمیده، اصلا نمیدونم کجاست. بوق میزنه جواب نمیده. چاه کن تای چاه دیگه اونجاست. چرا میگم اینقدر شطوری؟ کینه شطوری داری یعنی؟ او گذشته ها گذشت دیگه. برای من همین دیروز بوده، بگیر آفا. بلا ملا سرش نیمده باشه برای ما. نکنه دوباره آقا جونو دزدیدن. دزدیدن چرا؟ مگه لبخند ژکنده چپ و راست بدزنش؟ نه بابا جان، حتما با تورش خان رفته دنبال پول. پول؟ مامان اگه نتونه پول جور کنه دوباره کامران خان میزنه زیر همه چیا. میزنه، پیدا میکنه، پیدا میکنه. بذار من این بونجل رو فعلا بفروشم. بده من بده. بونجل چیه دختر؟ بهترین جنسه، بذار اونجا خودم آبش میکنم الان مشتری میاد. مادر نمیخرن اینا. چرا نمیخرن؟ تموم شد، بریم. بیا بریم، بیا بریم. من ببینم مشتریا دارن. من میخوام برم خونه، کار دارم. باز برمیگردم. می اینطوری مامانا، ببین من دست تنها میذاری. نه من الان برمیگردم. نه. نه ببر. اردشیر این کار رو نکن، این کار خریده. اگه یارو ازت پول یک قرون بگیره فردا شروع میکنه به بچاپ بچاپ ها.
اون وقت باید هی بهش حق سکوت بدی. آقای صدری، کامران من میشناسم، بد قلق هست اما بدزاد نیست، فقط به فلو خودش راضیه. هی باز باید بگم، هی باید بگم. میگم حالا چی میشه این دنیا چانس پسر تو یه دو ماه دیگه عروسی بکنه، دنیا به آخر میرسه. میخوام من برم باهاش حرف بزنم، شاید یه دو ماه وقت بگیرم. ببین صدری، من نمیفهمم تو چرا حالیت نیست. تو حالیت نیست بابا، داد نزن صدامو نمیشنوه. تو داد نزن، تو حالیت نیست بابا. پسر زده به سرش رفته واسه کامران مأمور آورده، چیکارش کنم؟ تو اصلا میدونی عروسی یعنی چی؟ عروسی یعنی هزینه، یعنی خرج، یعنی پول. فردا دامبوله دیچون را بندازی، اون موقع میدونی چی میشه؟ سام دارم فهم میکنه چپت باره، دم نمیزنی. فکر دامبوله دیچونشو کردم، خرج عروسی رو من نمیدم. یعنی چی؟ یعنی که ادای منو در میاری؟ اوه. آره کیه؟ زنیته. چیکارش کنم؟ سوتی ندی یا جواب بده. الو، چه سلامی، چه علیکی خانوم؟ مگه قرار نبود ما با هم شریک بشیم؟ این ادا اصولات چیه؟ واسه چی رفتی واسه خودت آدم اجیر کردی که منو تعقیب کنه؟ اردشیر خان، میخواستم به عرضتون برسونم که هیئت مدیره محترم تصمیم گرفتن که به شما یه هفته وقت بدن تا تسویه کنید بدهیتونو. در غیر این صورت گزینه مدارا حذف میشه و ما از طریق قانونی عمل میکنیم. روشن شد؟ خداحافظ. الو، چی میگه؟ یه هفته بهمون مهلت داده. خب حالا صبر میکنیم، اگه تا یه هفته تسویه کردن که هیچ، در غیر این صورت خودمون دست به کار میشیم. من رو سویت اردشیر خان قیمت گذاشتم. چند؟ زیاد دندونگیر نیست ولی از خرس موی کندن غنیمته. هفته بعدم جلو پلاسشون رو میریزیم تو خیابون. اونا باید بفهمن ما با کسی شوخی نداریم. خانم خسروی، فشار بد نیست ولی این دیگه فکر نمی‌کنی خیلی زیاده؟ شما دلتون می‌سوزه؟ صبر کنید. یه سال، دو سال، ده سال تا آخر عمرتون. آخه شما مطمئنید که این راه نتیجه میده؟ شما راه بهتری سراغ دارین؟ بله. نکنه بچه‌های بالا. ولکن بابا دیگه. خانم خسروی، همون یه هفته رو بهشون وقت بدی. فقط تو به خدا یه هفته‌تون نشید. عروس من دیگه نمی‌تونم جواب بدم. کجا دانیا؟ نمیخوای کمک کنی؟ چرا؟ بهتر برم تو پیشو بیژنم یا این زنش نیاد ریخته به هم. یه صحبت باشتو کنم الان میام. هنوز من نکشه از سفر؟ زنش؟ نه بابا، اون شوهر نکرده که سرایدار گرفته موضوع خونهش باشه. ماما آجون اومد منو صدا کن جدی بیام پایین. خیلی خیلی میگم خدا کنه تو این یکی دو هفته خرت و پرتا فروش بره، وگرنه حسابی میخوریم به پیسی. چیه؟ آسارا؟ هیچ. چیزی شده؟ یه وقت قصه موسه نخوری یا؟ ایشالله همه چی درست میشه، برمیگردی به سلامتی سر درس مشق دانشگاه. واه، من که واسه دانشگاه ناراحت نیستم. ها، آبروم رفت تو شرکت دیگه، از فردا چجوری پامو بذارم اونجا؟ همش هم تقصیر این دانیال بی‌تربیته. میخواست دل لادن خانمو به دست بیاره، این علم شنگر رو انداخت. چقدر من میگم تو بی‌انصاف هستی آخه. داداشته دوستت داره. از رو دوست داشتن بود دیگه. بچی؟ 100 درصد. میگم حالا آقا حامد و خانواده‌اش در موردم چجوری فکر میکنن؟ حالا فدای سرم، مگه آب و روزیمونو میدن؟ نبینن ما رو. اصلا حالا که اینطوری از فردا نمیخواد بری شرکت، یه چش تو چش به هم بشین بدتر قضیه کش پیدا میکنه. نه ماما، من میخوام برم، کارمو دوست دارم. خیلی خب، پس صبر کن من دانیالو بپزم. دست در نکن ماما. جان ماما. میگم چی؟ به نظرت با این شرایطی که الان ما داریم کسی پیدا میشه بیاد خواستگاری من؟ چیه شرایط ما چی هست مگه؟ خیلی هم عالی. تو هم که ماشاءالله از هر نظر برازنده، خوشگل، کدبانو، خانوم. چی؟ مگه الان این چیزا مهمه؟ الان همه چششون دنبال پوله. مگه کی بیاد اینجوری ببینه که پس میزنه دومشو میذاره رو کولش فرار میکنه. پول چیه پول؟ اول شخصیت متانت، بعد آخر سر پول. ما مثل اینکه یادت رفته وسط خواستگار قبلی منو واسه اینکه پول نداشتن از خونه پرت کردی بیرون. هر ستاشون هم با شخصیت بودن. وای، تو چقدر با شخصیت بی شخصیت میکنی؟ یه وقتی هر بار جلوی مرده نذاری روی مرده رو خراب نکنی، آخر خواستگار باشه برای تو ایشالله. چقدر تون میگی خواستگار؟ چایی سب میشه بخور. آقا دستتون درد نکنه درسته؟ دست شما هم درد نکنه. حالا پولو که گرفتی چکو بده بیاد. حرف درستیه. چک 5 میلیون تن خدمت شما، سویت از الان دیگه مال شماست. مبارک باشه. دستت درد نکنه.
خب حالا کامران خان بگو ببینم حساب ما چقدر میشه؟ حسابی ندارین، تسویه شد دیگه. نه دیگه اشتباه نکن، من هنوز 50 میلیون به تو بدهکارم. چی داره میگه؟ یعنی چی؟ کامران انقدر خنگوازی در نیار. مگه من بهت نگفته بودم که طلبکارا دنبال این هستن که حساب کنن مال اموال من چقدره؟ باشه، چه دخلی به من داره ها؟ مرد حسابی ربط شوی اینه که اگه اونا بفهمن با تو تسویه حساب کرده که دمار از روزگارمون در میارن، گابمون زاییده که. خب اینو زودتر میگفتین. آقا از این به بعد شطور دیدی نهیدی قبول؟ خیالم راحت باشه. خیالت راحت باشه، مال دو دقیقشه. روی کل ما چی حساب کرده؟ ما فامیلی میام تو رو بفروشم. پس الوعده وفا. خب گفته بوده اگه پوله رو بگیری مهریه دخترتو میبخشی، بساط عروسی رو هم به پا میکنی. قبوله؟ آره من رو حرفم هستم، ولی خرج و مخارج عروسی با دوماد بود ها، یادت میاد؟ برو بابا. یا من بهت چی گفتم؟ نگفتم پول ببینه دبه میکنه؟ بفرما مرد حسابی، اگه همه بفهمن که این خرج عروسی پسرش کرده که همه میفهمن کاسه زیر نیم کاسه. چی داری میگی؟ خیلی خوب. تو کی میتونی پول عروسی رو بدی؟ 6 ماه دیگه. باش آقا، ما اینا رو میفرستیم میرن خونه بخت، ایشالله که خوشبختن. دیگه بهانه دیگه ندارین کاره؟ این که تعارفه، بگو ببینم چی میخواه. چیز زیادی نمیخوام آقا، یه چک 60 میلیونی واسه تاریخ 6 ماه دیگه، 40 تاش واسه رهن خونه هستش، باقیش هم میذاریم واسه عروسی. ببین منصفانه از اونجوری هم دیگه رو نگاه نکن، آدم خوبی هم در میارم، نمیذارم همش هم به خاطر گل روی دخترم که آلخون بالاخون نشه. قبول؟ باشه قبول میکنم، اما یه شرطی داره. به همه بگی خرج عروسی رو من دادم، یعنی تو. قبول. اینم شیرینیش مبارکه. من چی؟ راست میگی، اینم شیرینی تو. باز شما هم مبارکه. اینم که کسا بگیریم اینا رو، خیلی حرفه تو این موقعیه. سلام، خوش اومدیم، بفرمایید طبقه پایین. سلام خانم مرادی، حالتون چطور؟ خوبی؟ خوش اومدید. مامان هستی؟ بله پایین هستم. بفرمایید طبقه پایین. سلام سوزان جون. سلام، خوش اومد، بفرمایید طبقه پایین. سارا جون ببینم اینجا اتفاقی افتاده؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاده. ما یه سری جنس از چین آورده بودیم، بعد دیدیم مونده رو دستمون، گفتیم چه کاری، میفروشیمش، پولشو میزنیم به یه زخمی. سلام حالتون چطور؟ خوش اومد، بفرمایید. یعنی کاسبی رو انداختی. دقیقاً. شما هم تشریف ببرین پایین، یه سری شال آوردیم، رنگاش عاشقش میشین ببینید. یعنی اصلا انگ خودتونا. سلام، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. یعنی چه خانوم؟ اینجا خونه مسکونیه. اگه میخوای بساط را بندازی، چه میدونم، بری زیر پل، خیابون، یه جای اینجا نمیشین کارا رو بکنی. وا، حالا مگه چی شده؟ دیگه چی می‌خواستی بشه؟ اون از کامران خان که میاد توی پارکینگ گوسفند می‌بنده، این از شما که اینجا رو کردی سمساری. ببخشید، چهار دیواری اختیاری. اگه خیلی ناراحتی میتونین تشریف ببرین منزل. چی؟ من وایسادم اینجا تا کرکره اینجا نیارم پایین، تکون نمیخورم. الانم بله. زنگ میزنم 110. بیا جمعتون کنه ببره. هیچ کاری نمیتونین بکنین. چی سارا؟ ها؟ چه میدونم بالا از ایشون بپرسین. ایوا سوزن جون، بیا قربونت برم، بیا اینجا کارت برم، رسیدم بخیر. شنیدم سفر بودی، خوش گذشت. جای شما خالی. دوستان جای ما. آقا خانم، این چه بساطی رو انداختی؟ من میگم تو چرا اینقدر حلال زاده ای؟ همین الان داشتم به سارا میگفتم این سوزن جون ما کجاست؟ نگو سوزن جون ما همینجاست. یه لباس آوردم آنتیک، دقیقاً برازنده خودت. چه رنگی، چه مدلی، خیلی خوش آمدین، بفرمایید. بدن چی مفت، ببینیم بدشون بده. نه والا نمیخوام. نه چیه، سوغات نگیری، ناراحت بشم مرگ من. سوغات؟ آره فدات شم. بازی به زحمت کنم. اختیار داری، قابل شما رو نداره. واقعاً برازنده شماست، واقعاً. تشریف داشته باش، الان میام خدمتتون. سارا بفرمایید. میگم پولش از این دختره پروی پولدار بگیر یا سوغات. سوغات چیه؟ من پشت چشم اینم نمیذارم. میگم حواست جمع بکن، چهار چشمی، یه وقت چیز میز بلند نکنم، ندارم ببرن بیرون. جمعه قشنگه. نه ماما، بگیرم 20 تومن. همون هم بگیرم. همه مدل، همه تر مفت. به سلامتی. خیلی خوبه، نشکنه. اینها بگیر ببینم،
قشنگه؟ فوق‌العاده است. تو خدا. اصلا عالیه. بیژنم خوشش میاد. حتما خوشش میاد. گفتی بیژن یاد بیژن آقا افتادم. صبر کن. واسه دیرم واسه بروسلی در خشم اجدها. بیژن منم عاشق بروسلی. راست بگی؟ اونجا که خون گرفته بود جلوی چشماش. جنسا ببین. جنسا ببین. اصل دیگه. اینجا. من به دیگران هستم، به تو یکی که دیگه اصل میدم دیگه. قربونتون برم آفاق جون. داشته باش اینو. بازم دارم برات. بگیر. اینو ببینم. چطوره؟ خوش دایمن نه؟ بده. اون بروسلی رو داشته باش ببینم من یانگوم میتونم برات پیدا کنم. یانگوم، 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 یانگوم. جمعه نمیخوای؟ ببین این اصل اصله. سفره هفسین هم میتونی مصرف کنی. بعدا خودشم وقت دست میزنی صدا میده. دستت بزن. آه چیز دیدی صدا داد؟ مرسی نمیخوام. برو بابا برو چیز بخر نیستی ها. خاله قضی پنکه چنده؟ پنکه 20,000 تومن. نه نمیخوام. به دردم نمیخوره. ما خونمون کولر گازی داریم خیلی خوبه. خانم کولر گازی 1 گرم پول سیانه میارزه. ببین آب زیاد مصرف میکنه. برق زیاد مصرف میکنه. گاز زیاد مصرف میکنه. اینه بخر ببر بشین خونکش یه لیوانم خاکشیر بخور. کیفش با یه استرده. بله. یه استرده. ممنون. برو بابا جنس بخر نیستی. همش میان میپرسن و میرن. چقدر خانم تقدیم کنم؟ جانم مهمون باشین. مرسی. این 35 تومن. چه خبر خانم پس سقفش چی میشه؟ به جان شوهرم جا نداره. مختوعه مختوعه. 30 تومن آخرش دیگه. 30 خانم من میگم نداره دیگه. چونه نزنین. اینا تازه بدون احتساب هزینه گمرک حمل مالیات ما میدیم. نمیتونم عجیب ضرر کنم جان. ای بابا 33 تومن آخرش دیگه. شما 34.5 بده خیرشو ببره. بفرمایید. دست شما درد نکنه. 16 تلاست. ای خدا دمت گرم. حال دادی تلاست. آقا دوست داشتنی بذاشتی 2 دقیقه بگذاری بعد حالمونو بگیری. سلام. ببخشید شما میدونین منزل آقای اردشیر شمشیری کجاست؟ آقای اردشیر شمشیری؟ بله. منزلش اینجاست. ممنون. پترا لوت میدم. چیشی رو لوت میدم بی معرفت؟ بیا بیا اینو بگیر. حالا چی میگی؟ جات امنه؟ راحتی؟ راحتم. آره فقط به من بگو ببینم اینجا چه خبره؟ نمیدونم. نمیدونی؟ و چرا پول ازم گرفتی؟ پولمو پس بده. نمیدم. چرا؟ گردنم کلفته. باش، حالا که گردنت کلفته پول مال خودت باشه. خانم محترم توجه داشته باشین، تهمت ناروا خودش یه نوع جرمه. توصیه میکنم قبل از اینکه به کسی تهمت بزنین خوب فکر کنین. به هر حال همه این خانوما میتونن علیه شما شکایت بکنن. ولی اون گردن من قبل از اینکه من اینجا بیام همراهم بوده. مگه میشه یه دفعه غیب بشه؟ جناب سروان این خانوما همه محترمن، خانواده دارن، اینجور وصله ها بهشون نمیچسبه. زشت خانوم. اصلا از کجا معلوم کار خودتون نباشه؟ کی من؟ بله خیر بهره نبینی ایشالله حرف دهنتو بفهم. جناب سروان شوهر این خانوم ورشکسته شده تا خرخره رفته تو قرض. حالا یا خرخره یا بالای خرخره. دوزی چه رفته به بدهکاری داره؟ جناب سروان شوهر من مدیر عامل شرکته، کلی رفت آمد داره، دبدبه کبکبه داره، مردم بهش اعتماد دارن. بله بابای من انقدر پول داره که این گردن من که سهل صد تا بهتر از اینشو میتونه بخره. همچی؟ ای پس با بردشی انقدر پول داشت و سرقدی گردن من ده زپرتی به من کادو داد. البته اون که از سرت هم زیاد بود لادنجون. پورو پورتری. آی خوبه نمیخواد از آب ماهی آلود گلالود بگیری. جناب سروان تو رو خدا یه کاری بکن، اگه شوهرم بفهمه طلاقم میده. بهتر خانم گردنبند شما چه شکلی بود؟ تا
طلای زرد بود، یه سری الماس سفید رد شدن دورش بود. خب حالا شما به شخص خاصی مشکوک هستین؟ من به همه خانوما مشکوکم. همه رو ببرین کلانتری. خانم ما نمیتونیم این کارو بکنیم. شما اول باید بیان کلانتری، شکایت تنظیم بشه بعدن. پس این خانوما اینجا باشن بریم. چی چی بریم؟ اینجا این خانم زندانی. دورش میام. بابا پیداش کردم، پیداش کردم. کو؟ اینها سنگ پا. یعنی چی؟ یعنی چی چی؟ بس کی حرف زدی سرمون درد گرفته. جناب سروان، شما باید همه خانوما رو باید بگردید. خانم ما نمیتونیم این کارو بکنیم. بازرسی تو محل جزء اختیارات ما نیست. دانم سروان شما کار نداشته باش، من الان میگردم پیدا میکنم طلا را. خودتون میدونید. خانما دستا بالا کیفا پایین. کجا جناب سروان؟ آخه این چه بحثیه که نمیدونم. میگم پترا، اگه من به تو یه پولی بدم میری اونجا بپرسی ببینی چه خبره؟ پول بدی چرا نمیرم؟ ای بابا تو چقدر پولکی هستی؟ بیا ببین، منتها یه جوری بپرس که نفهمن من تو رو فرستادم. حواسم هست. برو برو ببینم چیکار میکنی. چی شو؟ نپرسیدم. چرا؟ درستم بپرسم بگه به تو چه مربوطه. ای بابا پول من رد کن بیاد. نمیدم. چرا نمیدی؟ لط میدم. ای بابا تو دیگه کی هستی؟ شرمنده، واقعا شرمنده شدم، ببخشید. من چی میشه جناب سروان؟ من پیشنهاد میدم امشب دوباره همه جا رو خوب بگردید. اگر پیدا نشد اون وقت تشریف بیارین کلانتری برای تنظیم شکایت و پیگیری بعدیش. چشم چشم. با اجازه شما. درد نکنه. به سلامت. زحمت کشیدید. به سلامت. حالا از دست من ناراحتی افاق جون؟ نه. روی داره بالا. شما بفرمایید ما میگردیم، اگه پیدا شد خبرتون میکنیم. خیلی ممنون. به سلامت. به سلامت. ببین چه آشی برای من پختی ماما. چه آشی پختم برات؟ بخواستم یه پره پول برات جمع کنم که تو ته کیسه کارم. من نخواستم اون پره پول. سلام داداش. سلام. چه خبر اینجا؟ هیچی، سوارشو بریم تو را تعریف میکنم برات. کجا؟ میخوای من تنها بذاری؟ آره بمونم اینجا متلک بارم کنی. یعنی چه؟ من میخوام برم، هر غلطی میخوایم بکنی خودت بکن. دیگه نمیدونم. وافق میخوای بمونم کمکت کنم؟ نه داداش، خدا پدر تو بیامرزه، این از تو به انقدر در این آش شرکت کرده دیگه خسته است، ببر بذار استراحت بکنه. خدا مادرتو نگهدار. برو به سلامت. برو. حیثیت من ندارم دیگه پیش مردم که. شو لباسم بهمون نمیاد. برو به سلامت. وافق جون من یه سر برم به خونه بزنم میام پیشتون. قربون شما. خدافظ. چی کنم؟ چی بابا یکی از این مشتری ها چیز جا بیده خواهی سکر باز. الو سلام بابا جون، خوبی شما؟ جدی میگی؟ اردشیر خان اومده بود اونجا؟ چی شده؟ خوب خیلی قاضی میتی. سلام. اینقدر قرص نخور، مامان برات خوب نیست. جی چی میگم؟ قرصاتو بخور دیگه. بخور. دارم میخورم دیگه. چیکار دارم میکنم؟ چقدر شد؟ نه 150 تومن هم نمیشه. به نظرم وقتمون رو تلف کردیم. مسخره کردیم خودمون رو. این همه لباس و خودمون رو. چیه بابا چیه؟ حسلم سر رفت. سلام علیکم. سلام. چی شده؟ اینجا چجوری ریخته پاشه؟ پلیسه دمی در چیکار میکردم؟ هیچ معلوم هست تو از صبح کجای من انقدر زنگ میزنم؟ آخه نمیگی زن بچه من کجان؟ مردن؟ زندن؟ چیکار دارن میکنن؟ آدم اینقدر بیفکر؟ ماما آروم باش، من ترسم پس بیفتی ها. پس بیفتم به از اینه که با یه آدم بیمسئولیت در بیفتم. آفا خانوم، بابا منم رفته بودم پی بدبختی، گرفتاری یا در به دری. حالا اگه یه عمر میشنم برای دل تو، وقت میشم آدم با مسئولیت؟ چطور میتونی انقدر بی انصاف باشی بابا؟ مامان به خاطر شما داره خودشو به آب و آتیش میزنه. کی قد بدون این پلیسا دمی در چی میگفتن؟ یکی از مشتریا گردنبندشو گم کرد، انداخت گردنمو، گفت شما برداشتین، زنگ زد پلیس. گردنبند؟ آره.
بخت سیاه منو نمیشناسی؟ دست به هر کاری بزنم یه حناقی بالاخره بعد توش در بیاد. وای اوه میشه تو چی کار میکنه؟ طلای خالص. بیا ببینم. نگاهش نگاه کن. بیا. ببین اینو من از تو کوچه پیدا کردم. مثل که از کیف یه نفر افتاده. آره چه آبرو ریزی شد سر همینجا سنگینه. خیلی سنگینه. آره. آره. از زنگ میزنم بگم بیاد ببره نه. نگاه کن. چه تقلبی هم داره نه. فداتشم. فداتشم. چی شد؟ نمونه پدر فداکار. بگو ببینم دلت چیه؟ دیگه چی می‌خواستی بشه؟ همه کارا رو تموم کرد. بذار من برات تعریف کنم. امروز صبح من رفتم پیش کامران خان. فقط به خاطر دست شما در نکنه. نشستیم ساعت ها با هم گپ زدیم، بعد یه چک شیش ماهی بهش دادم، اونم راضی شد. قرار شد با خرج خودش تا یه هفته دیگه سورسات عروسی رو برپا کنه. چطوره؟ حالا تو بگو چی؟ من پدر بی‌مسئولیتم؟ نه نه دیدی؟ انصافا بی‌مسئولیت که نیست. بی فکری، بی خیالی. بابا چرا؟ چرا داره؟ همین مونده دختره از فردا چپ بره راست بیاد بگه شما که خرج عروسی من ندادین، بابام داد. زبونش هم که دیده این نیش عقرب میمونه. همچی؟ مادری که به تو نمیگه که، اینا رو به من میگه، منم با یه پوزخند رد میکنم بره. مادر من پوزخند چیه؟ یا ما خودمون عروسی میگیریم یا عروسی بی عروسی. الان که اینقدر زبون داره، بس فردا زبونش میشه اینقدر سر تو. سلام لادن جان. قربونت عروس گلم. قربونت برم بچه‌م هلاک شد امروز اینقدر که پول شد. خانم خانم ذکر خیرت بود. آقا جون بابا زنگ زد. جان جانا بابا من بابا زنگ زد گفت شب بیاین بالا راجع مراسم میخواد باهاتون صحبت کنم. همین امشب چرا که نیای بریم تکلیف رو روشن کنیم دیگه. اینجوری که نمیشه. تو باش ما الان بعدش بیا. بیا. تبریک میگم لادن جون، بالاخره به آرزوت رسیدی. مرسی عزیزم، ممنون. انشالله یکم یه روز سرش بخوره به سنگ، حواسش نباشه، بلکه بیا تو رو بگیره. باور کن من عروس خارشوار وقتی میرم اینقدر به هم علاقه دارن، بغض تو گلون جمع میشه. ماشالله سارا جون به این گلی. گلی از شماست. بینجا موتور خونه برای چی را آوردی؟ جا ندارم که، بیا اینجا. من که نمیام اینجا، جک جونو برداره. بیا کاری دارم. ای بابا تو کشتی من آفا. بهت گفته باشم و من راضی نیستم خرج عروسی رو کامران خان بده ها. خب آبا منم راضی نیستم، اما چاره چیه؟ من دستم خالیه، من که الان آه در بساط ندارم چجوری میتونم سروسات عروسی دانیا رو بپا کنم؟ من میگم واجبه قایه دوبار دیرتر. نه نمیشه. چرا؟ چرا اینا رو نمیدونی؟ این دانیال کلافه شده، اگه اینا رو بفهمه ها دو مرتبه میره مأمور میاره دم در خونه. تو راضی هستی؟ آره. عجب تو فکری داری ها. مأمور بیاره خیلی بهتر از اینه که دست نگاه کنه خانواده عروس باشیم. ببین آفا، همه عالم آدم اینو میدونن که همیشه خرج عروسی پای خانواده داماده. خب خیلی خوب. اگه ما صداش در نیاریم آب از آب تکم نمیخوره. حالا خب ما در نیاریم، لادن و کامران خان چی؟ شیپور بگیرن دو 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 شیرین کاری کنن. این کاری نمی کنن. فکر اونجاشم کردن، رفتم پیش کامران باهاش صحبت کردم، اونم قبول کرده. خب در ضمن آبروی ما آبروی دختر اونم هست. تو اجازه بده این عروسی سر بگیره، من سر فرصت قول بهت میدم قرون آخر پولشو بهش پس بدم. نمیدونم والا، من نمیدونم، از دست همتون من گرا بگیرم. وای بی صاحب تو بمونی ان شاء الله. باقی نشه یا خونه است؟ خونه است دیگه. تو عقلت از دست دادی؟ ذره ترک شدم من. چیه ترسیدی؟ او چه خبر؟ اینم خرید کردی گوشت و مرغ و ماهی و کاهو و تو رای قبلا از این کارا نمی کردی؟ خیلی کدبانو شدی. تو چشمت بترکه، همچی ارزه هم داشتم، ولی اول فکر میکنم این کارا کار زن خونه است، نه من. تو زن نمیخواستی، آشپز میخواستی.
ببینم زن آدم واسه چی میگیره؟ واسه اینکه غذای خونه رو بخوره آدم دیگه. تو یه بار شده یه فسنجونی، قرمه سبزی، نمیدونم مرغ شکم پوری، یه چیز خوشمزه بذاری جلو. تا شام شد، نهار شد، تلفن برداشت، 184 دو تا پیتزا. خواهش می‌کنم زودتر تشریف بیاری. این شد کاره. این عادت شما مرداست که دوست دارین زنو حبس کنین تو آشپزخونه، بعد برین دنبال کارهایی که دلتون میخواد. حالا به جای این اراچیف چی میگی تو؟ واسه چی اومدی اینجا اصلا؟ از جون من چی می‌خوای تو؟ من می‌خوام بدونم اردشیر امروز بعد شرکت کجا رفت؟ من چه می‌دونم؟ خونه‌شونه، پارک، سینماس. من چه‌دم چه کدوم گوری رفته؟ تو آدم عجیر کردی که تعقیبش کنن. از من می‌پرسی؟ خودش بهت گفت؟ نه خیر، حدس می‌زنم چون تو رو خوب می‌شناسم ماشی. خوب. ببین صدری، منو بازی نده. من سیمم قاطی کنه هرچی پته‌مته داریم می‌ریزم راه با. واسه ببینم واسه چی سیمم قاطی میشه؟ دیگه چه مرگته؟ پول کجاست؟ می‌خواستی شریک بشی که شدی. پول. من چه می‌دونم پول کجاست؟ من چه می‌دونم؟ باشه. پس هرچی دیدی از چشم خودت دیدی. باشه؟ اینجا شده 10,750,000,000 تومان. خوشت اومده؟ آره؟ برگشت داره؟ تو صدای منو ضبط کردی؟ حال میکنی؟ آره؟ تازه این چیزی نیست، فیلمت هم دارم، میخوای ببینی؟ بیا. مزخرف میگی؟ به جون تو، بیا نگاه کن، از نیمرخ دماغت هم خیلی وحشتناکه. نگاه تو نامردی، تو خیانت کردی، تو حق نداشتی با من این کارو بکنی. کجاشو دیدی؟ حالا برو پته ما رو بریز رو آب، یک بلایی سرت بیارم مشید، یه آشی برات بپزم که یه متر روغن بگیره. حالا ببین، بچرخ تا بچرخیم. بچرخ خواهیم دید. آره قربون شکل ما هرچی مرد ناصرتون. ببین دخترم و انشالله خدا بخواد موارم خدمتون میرسه. ببین هرچی از خودت سیاهه بگی جنسا رو بده تحویل تمومشو بده. روی کلمان هم حساب کن، در خدمتیم. ببین ناصر قد نکن، اون دو سده گوستان فرستادن برای محلیست خوب بود یا نه؟ وجدانه باریک، ما مخلصه. قربون شما آقا، میبینمت. خدافز. خدافز شما. خدا مریض بخور، هوشت زیادتر شد. حالا بگونم چی شد؟ ناصر رفیقمه، کارش هم مجلس گردونیش، حرف نداره، انصافا هم کم نمیذاره، خدا پدرش رو بیامرزه. ببین این کنفرانس سران بود، کلهم اختیار دست ناصر بود. اوتا پشت صحنه بود، کسی نمیدید. مجلس براتون میگردونه، اصلا انگوش به دهن بمونی. دست درد. اینجوری اون وقت این داستان بیانه چی میشه؟ میده دیگه بابا. اون با من بابا، شما فقط بالادن بریم بشه ناصر، تموم. اون با من یعنی که میریم اونجا یا چکمون میکنه. بابا روی کلمه حساب کن، نیستی بگیم بچت بگو دیگه. من چی دیده بابا؟ من ازت ممنونم کامران خان، رفاقت رو در حق ما انجام دادی. گلی به جماله. من میگم دست شما در نکنه، پس بچه ها دیگه فردا برن دنبال خریدینا دیگه. انشالله. من میگم حتما پس من باشون برم که یه خورده سلیقه قاطی خریدشون بشه دیگه. نه کی بهتر از تو سارا جون؟ باور کن ولی اصلا راضی به زحمت نیستم منزه سلیقه چینه دیگه وقت بخوای سنگ تموم بذاری. اتفاقا اونم گذاشتم که سونامی اومد بپوشه. دوست داشتی؟ نه خیلی قشنگ بود. حالا من ببخشید، من میخوام یه پیشنهاد کنم کامران خان. میشه قبل از اینکه این بچه ها برن برای خرید جایزیه و از خرسپرتا یه خونه نقلی برشون رهن کنی؟ خونه. آخ با خونه. خونه گفتی؟ ببین پر 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 رفیق بونگایی فقط دارم، سیبیل به سیبیل نشستن از سر کوچه تا پامنار. آره بابا اصلا همه یه به هر کی دیگه میگفتی خدا شده بهم بر میخورد. مرد حساب خوره کله اینا، نگاه کن. آخه اینجوری که همه زحمت افتاد تو گردن شما، ما چیکار کنیم پس؟ راست میگه، حرف بعدی نزدی. فعلا واسه که بیکار نباشی همچین پات باشه، بیا پیش گوسفندا با اونها خود رفیق شو، بعدش هم بالا آدم پاشیم بریم پیش ناصر خان، کاری نداری که. پس به افتخار عروس و داماد یه کف بلند. تو شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه